خب دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم از کتاب استانبول برای کسایی که آزمون تومر دارن و کتاب استانبول رو باید بخونن. تمام جزئیات کتاب رو دونه به دونه اینجا درس میدم. خب یونیت 3 رو داریم. یونیت 3 قسمت اول. چون میدونم یونیت طولانی هستش، بیشتر از یک ساعت وقت میبره، بنابراین احتمال داره که اینو تقسیم بندی کنم. موضوع یونیتمون نیاپیورسون، زمان حال استمراری هستش. توی کانالمون این درس رو، مبحث رو قشنگ توضیح دادم، میتونید ببینید. همینجا هم به اندازه کافی مثال خواهیم داشت. Bir günüm. Yek ruze men. Öğreniyoruz. Yad mi gireyim? Men inu zoom konam. Okay. Okumuyorum. Ne mi khunam? Yiyoruz. Mi khorim? Okuyor musun? Aya. Mihuni, ders mihuni aya. Geliyor musun? Aya miay. Gel, gidiyor. Dare mire. Dinliyor. Dare guş mikone. Yapıyorsun. Dari encam mi? خب همونطور که میبینید یه حالت مثبتش رو قرار یاد بده بهمون، یه حالت منفی رو قرار یاد بده بهمون، با شناسه های مختلف حالت سوالیش رو قرار یه مروری بکنیم. اینجا موسون رو داریم و حالت دو سه تا هم، دو تا هم سوم شخص و یه دونم مخاطب اول شخص رو گذاشته، یعنی مثال مختلف رو داریم. خب نیاپیورسون یعنی چی کار میکنی؟ من کتاب اوکومویورم، من کتاب نمیخونم. این حالت منفی رو نشون میده. اوکو فعل امرمونه، م که اینجا اومده منفی میکنه، اوکومویورم موزیک دینلیورم، موزیک گوش میکنم. دینلمک فعل گوش دادن هستش. اوه گل میور موسون، آیا خونه نمیای؟ گل میور فعل منفی هستش. موسون سوالی میکنه، آیا میپرسه. آیا نمیای خونه؟ بیز یمک یوروز، ما غذا میخوریم. مورات اوکولا گیدیور، مورات به مدرسه میرود. بیز ترکچه اورنیوروز، ما ترکی یاد میگیریم. خب بیایم پایین تر. اینجا دونه دونه تصاویر رو داریم. یه ذره زوم اوت کنم. هازرلیک چالشماسی، تمرین برای آمادگی. رسیملره باکالم، به عکس ها نگاه کنیم. آشادکیلردن از اونهایی که پایین هستن، هانگیلرینه کدوماشون رو یا پیوروز انجام میدیم؟ سوال پرسید. خب همه رو با اول شخص مفرد گفته. کالکیورم یعنی بلند میشم، بیدار میشم نیست. بیدار میشم میشه اویانیورم. کالکیورم میشه گتاپ انگلیسی، یعنی از رخت خواب بیرون اومدن، بلند شدن. کالکماک یعنی ایستادن.
uyuyorum, میخوابم، okula gidiyorum, به مدرسه میروم، çalışıyorum, کار میکنم، ders çalışıyorum, ders میخونم. Kahvaltı ediyorum. Sobhane mi koram? Berayı. Sobhane fel ediyorum ile istifade mi konan? Eğer dikkat bakın. Yemek yiyorum. Gaza mi koram? Kitap okuyorum. Kitap mi konam? Telefonda konuşuyorum. Ve telefon harf mi zanam? تلفن‌دا یعنی در تلفن منظورش اینه سر تلفن هستم و دارم حرف میزنم یمک پیشیریورم خب اتوبوسه بینیورم سوار اتوبوس میشم بینمک یعنی سوار شدن ایشه گیدیورم میرم سر کار بانیو یاپیورم هموم میکنم Televizyon izliyorum. Televizyon tamaşa mikonam. Bilgisayar kullanıyorum. Kompüter istifade mikonam. Hop. Hala. Gofte ki yukarıdakilerden az ineke bala hastan. İlk önce evvel az hame hangisini yapıyorsunuz? Kudumara encam midid? Sıra ile söyleyelim. Dune dune. تمرین میده که اول کدوم رو انجام میدی؟ نه زمان نه یاپیوروز چه زمانی چه چیزی انجام میدیم؟ آشاودکی تابلویا روی این تابلویی که پایین هست کندیمیزه گره بنابر خودمون بنابر فعالیت خودمون 3 جمله یزالم 3 تا جمله بنویسیم. خب زمانها رو داده اینجا به ما صبح، اوله، اکشم، گجه. صبح، صبح میگه صبح مثلا چی کار میکنی؟ من اینجا نوشتم که بانیو یاپیورم. یوزومو یوکیورم. اینو من اکسترا نوشتم توی عکس نبود. دیشلریمی فرچالیورم. دندونامو مسواک میزنم. اینا سه تا از کارهایی بود که من خواستم اضافه بکنم. یمک یورم اوله یعنی ظهر. یمک یورم غذا میخورم. مولا وریورم. مولا ورمک یعنی یه ساعت تفریح تنفس کوچیک دادن. تقریبا میشه گفت یعنی از کار باز ایستادن خواستم اینو یاد بگیرید آلشوریشه گیدیورم میرم خرید این هم یه کار روزانه نیست ولی خب من اینجا خواستم که شما آشنا بشید با این کلمه اکشام عصر یمک پیشیریورم غذا میپزم ادولریمی یاپیورم تکالیفم رو انجام میدم تلویزیون ایزلیورم تلویزیون نگاه میکنم. گجه اویکویا هزرلانیورم. شب آماده میشم که بخوابم. آماده شدم برای خواب چی میشه؟ لباس خواب میپوشید و یا مثلا دندوناتو مسواک میزنید. اگه موهاتون بلند باشه موهاتون رو میبافید اینجوری و یا کرم صورتتون رو میزنید اینا رو مثلا میگم اویکویا هزرلانیورم حاضر میشم که بخوابم و یا شاید جاتون رو پهن میکنید اینجوری ایلاچلارمو ایچیورم داروهام رو میخورم اینم خواستم که اینجا بنویسید هیکایه دینلیورم داستان گوش میکنم اینا هم
سه تا جمله بود که امیدوارم کلماتشون به دردتون بخوره. همه اینا رو یادداشت کنید، بنویسید، معانیشون هم بنویسید تو دفترتون و حفظ کنید، چون که به دردتون میخوره. و همچنین میتونید از رو قاعده ای که من تو ویدیو حال استمراری واسهتون توضیح دادم، زمیرهامون رو و شناسه های مخصوص به هر زمیر رو استفاده کنید و اون فعل رو صرف کنید. همه این فعل ها رو میتونید برای تمرین با اون شناسه ها صرف بکنید. بسیار 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 تمرین فوق العاده خواهد بود براتون، خیلی هم یادگیریش براتون آسون میشه. روخانی داریم اینجا. برسه استانبول. اینجا استانبوله. استانبول büyük bir şehir. استانبول شهر بزرگیه. و burada و در اینجا birçok insan انسانهای زیادی yaşıyor زندگی میکنن. اینجا انسان‌های زیادی رو براشون فعل سوم شخص مفرد نیاورده، یا یادتون اگر باشه برای سوم شخص جمع ما میتونیم پسوند لار رو بیاریم و یا نیاریم. یعنی ما سوم شخص رو میتونیم مفرد و یا جمع استفاده بکنیم، بنابر فاعلمون میفهمیم که معنیش جمع یا مفرده. لزومی نداره که فعلمون رو حتما جمع ببندیم. هرکسین، هر کسی فارکلی بیر حیاتی وار. زندگی، حیات یعنی زندگی، فارکلی یعنی متفاوت، چیزی که فرق داره. فارکلی بیر حیاتی وار، زندگی متفاوتی داره. من اصلا استایل این کتاب رو دوست ندارم. پر از کلماتی هستش که شما هنوز یاد نگرفتید جملهش رو درست کنید. سنگینه. به خاطر همون دارم سعی میکنم که دونه به دونه بهتون بگم که چه خبره. مرحبا، سلام. بنیم آدم اونور. اسم من اونور هست. من اورتمنیم. من معلم هستم. من کادیکوی‌ده اتوریورم. من در منطقه کادیکوی، کادیکوی یکی از منطقه های استانبوله، اتوریورم. اتوریورم اتورماک یعنی نشستن. اما وقتی یه نفر میگه که توی محله‌ای میشینم، منظورش اینه که اونجا اقامت میکنم، اونجا خونه دارم، یعنی اون چیزه خونمون اونجاست. هر صبح، هر روز صبح، یه دیده، ساعت هفت. آها، اینجا دا آورده. خب صفر یه دی، چپ صفر دا. کالکیورم، شما میتونید بگید یه دیده، هیچ اشکالی نداره. کالکیورم، یعنی از جام بلند میشم. دوش آلیورم، دوش میگیرم. کهوالتی ادیورم، صبحانه میخورم. و اوکولا گیدیورم، و به مدرسه میرم. Saat 13.00'da veya saat 13'de işten çıkıyorum. Saat 1'e بعد از ظهر از سر کار خارج میشم. Çıkıyorum yani خارج میشم. İşten sonra بعد از کار arkadaşlarımla با دوستانم بلوشیورم. ملاقات میکنیم. یه جا جمع میشیم. بلوشماک یعنی یه جا جمع شدن. دیدار کردن. و صحبت دیورم. و حرف میزنم. سونرا بعدش اوه دنیورم. برمیگردم خونه. کتاب اوکویورم. کتاب میخونم. و یاتیورم. و میخوابم. خب یه بار سریع این پاراگراف رو میخونم که دوستانی که میخوان ببینن چطور
خونده میشه این حالت عادیش چیه، یه کمکی بهشون کرده باشم. مرحبا، بنیم آدم اونور. Ben öğretmenim. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Duş alıyorum, kahvaltı ediyorum ve okula gidiyorum. Saat 13'te işten çıkıyorum. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Sonra eve dönüyorum. Kitap okuyorum ve yatıyorum. اینجوری سرعت روحانیتون باید این باشه دوستان. انقدر اینو بخونید و اگر هم میخواید که آرومتر واسهتون پلی بشه، از قسمت سیتینگ میتونید سرعتش رو، قسمت سپید رو آرومتر بکنید و اینایی که خوندم رو آرومتر بشنوید و یا سریعتر بخونید، همزمان با اون هم روخانی بکنید و یا تکرار بکنید، جمله های منو استوب بزنید، تکرار بکنید. بسیار بسیار تمرین فوق العاده ای میشه. خب بریم سراغ پاراگراف بعدی. مرحبا من فنار. سلام، من فنار هستم. من ایو خانمیم. من خانه‌دار هستم، خانم خونه هستم. بنیم ایکی چوجوم وار. من دو تا بچه دارم. صبحا çok erken خیلی زود kalkıyorum، از رخت خواب بلند میشم. اشیمه و چوچوکلارما kahvaltı hazırlıyorum. اشیمه یعنی برای همسرم و چوچوکلارما و برای بچه هم kahvaltı صبحانه hazırlıyorum، حاضر میکنم. سونرا بعدن ایشه همسرم به سر کار، چوچوکلارم okula gidiyor ve بچه هم به مدرسه میرن. ببینید بازم فعل مفرد استفاده کرده برای جمع. خب من evi temizliyorum. من خونه رو تمیز میکنم و yemek pişiriyorum و غذا میپزم. öğlen ظهر که میشه، طرفای ظهر، arkadaşlarımla با دوستام alışverişe gidiyoruz، میریم خرید. هر روز با دوستاش میره خرید. بیکار. dışarıda بیرون kahve içiyoruz، بیرون قهوه میخوریم. akşam عصرها eşim ve çocuklarım، همسرم و بچه هم eve dönüyor، به خونه برمیگردن. ببینیم بازم فله چیز مفرد به کار برده برای جمع بچه ها و همسرش. برابر با همدیگه یمک یوروز غذا میخوریم. چوچوکلارم بچه هم اکشام عصر ارکن یاتیورلار زود میخوابند. بن و اشیم من و همسرم فیلم میزنیوروز فیلم نگاه میکنیم. صحبت دیوروز حرف میزنیم. خب من اینو براتون با سرعت عادی میخونم، شما هم ویدیو رو سعی کنید استوب بزنید و اون سرعت جملات رو سعی کنید که همزمان با من تمرین بکنید. مرحبا بن پنار. بن و ببخشید از اول میخونم. مرحبا بن پنار. بن ایو هانمیم. بنیم ایکی چوچوم وار. صبحلاری چوک ارکن کالکیورم. اشیمه و چوچوکلاریما کاهوالتی هازیرلیورم. سونرا اشیم ایشه، چوچوکلارم اوکولا گیدیور. بن ایوی تمیزلیورم و یمک پیشیریورم. اولن آرکاداشلارملا آلیشوریشه گیدیوروز. دیشاردا kahve içiyoruz. Akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor. Beraber yemek yiyoruz. Çocuklarım akşam erken yatıyorlar. Ben ve eşim film izliyoruz. Sohbet ediyoruz. Hop, bebinit. Bir noktayı rumiham baratun begem.
ببینید اینجا دنیور رو فعل مفرد به کار برده بود ولی یاتیورلار رو اینجا برای چجوکلارم چکار کرده؟ جمع استفاده کرده. پس هیچ فرقی نمیکنه. برای سوم شخص جمع ما میتونیم هم فعل جمع به کار ببریم، یعنی آخرش لار و یا لر باشه، هم اینکه فعل مفرد استفاده کنیم و شناسه نداشته باشه. خب بیایم پایین 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 پاراگراف بعدی. بنیم آدم گولای، اسم من گولای هست. من یونیورسیته اورنجسیم، من دانشجوی دانشگاه هستم. من باکرکوی‌ده اوتوریورم، من در منطقه باکرکوی زندگی می کنم. بنیم هر صبح درسم یوک، من هر روز صبح کلاس ندارم. بونون چین، برای همین، بازن ارکن، بعضی وقتا زود، بازن گچ کالکیورم، بعضی وقتا دیر از خواب پا میشم، دیر از رخت خواب بلند میشم. من آرکادشلرملا، من با دوستام آین اوده کالیوروز، آین اوده یعنی در یک خانه کالیوروم میمونم، یعنی با همدیگه توی خونه زندگی میکنیم. کالماک یعنی ماندن. بیز صبحلاری، ما صبحها کهوالتی ادیوروز، صبحانه میخوریم. من گازت اوکیورم، من روزنامه میخونم. اونلار تلویزیون ازلیورلار، اونها تلویزیون تماشا میکنن. ببینید خیلی جمع آورده، میتونست مفردم بیاره. سونرا، بعدن، برابر، با همدیگه اوکولا گیدیوروز، میریم میریم اوکول نوشته مدرسه، ولی خب اونجا به دانشگاه، مدرسه و هر جایی که حالت مدرسه داشته باشه، چه سطح بالا باشه چه سطح کودکان، میگن اوکول. میتونست بگه یونیورسیته، ولی اگه دیدید گفت اوکولا، منظورش همون دانشگاه هستش. درستن سونرا، بعد کلاسمون، اوه دونیوروز، برمیگردیم خونه. یادا و یا این که دشاردا گزیوروز، بیرون میگردیم، گردش میکنیم، میچرخیم برای خودمون. آکشامداری، اصرها هم اوده در خانه اینترنته گیریورم، میرم تو اینترنت و درس چالشیورم و درس میخونم. برای درس فعل میخوانم یعنی اکوماک رو استفاده نمی کنن. میگن چالشیورم، یعنی دارم کار میکنم روش، زحمت میکشم. خب پاراگراف رو سریع بخونم براتون. سریع که میگم یعنی نرمال، با سرعت نرمال میخونم براتون. منیم آدم گولای، بن یونیورسیته اورنجسیم، بن باکرکویده اوتوریورم، بنیم هر صبح درسیم یوک، بونون چین بازن ارکن، بازن گچ کالکیورم، بن آرکاداشلارملا آین اوده کالیورم، بیز صبحلاری کهوالتی ادیوروز، بن گازته اوکیورم، اونلار تلویزیون ازلیورلار، سونرا برابر اوکولا گیدیوروز، درستن سونرا اوه دونیوروز یا دا دشاردا گزیوروز، آکشامداری evde internete giriyorum ve ders çalışıyorum. Benim sorağı iki paragraf. Selam. Selam. Benim adım Can. İsmimen Can hastır. Üsküdar'da oturuyorum. Der mantagaye Üsküdar zendegi mi konam. Ben bir restoranda garsonum. Ben der yek restoran garson hastam. Ben öğlen kalkıyorum. Ben zuhr az kalkmamışım. Çünkü işim, çünkü karım saat 17 çift sıfırda, saat 5 ve de zuhr başlıyor.
کارم ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشه ve gece 2:00'da bitiyor. Saat 2 şab hem tamam mişe şab. Evde annem ile yemek yiyorum. Derhane annem ile babamlarım yemek yiyorum. Gaza mihoram. Evden az hune 16:00'da saat 16'da saate 4 بعد از ظهر çıkıyorum. میرم بیرون اتوبوسه بینیورم سوار اتوبوس میشم و ایشه گیدیورم و میرم سر کار ایشته در سر کار چوک یورولیورم خیلی خسته میشم جمارتسی شنبه و پازار و یک شنبه چالشمیورم کار نمی کنم. اینو دروغ میگن. اگه گارسون باشه شنبه و یک شنبه پدرش در میاد. اینو بهتون بگم. اگر در رستوران کار بکنید شنبه و یک شنبه وحشتناکترین روزهای کاری هستند. خیلی فشار کار زیاده. این نمیدونم چرا اینجوری نوشتن. حتما خبر نداره اونی که این متن رو نوشته. O günlerde, der un ruzha, sinemaya gidiyorum. Miram sinema. Bir pula hemşe tabiri şu yine miram sinema. Okay. Spor yapıyorum, verdiş mi konam ve geziyorum. Ve geziyorum, gerdeş mi konam, mi gerdem. Okay. Paragraf rı bekhonam beratun. Selam, benim adım Can. Üsküdar'da oturuyorum. Ben bir restoranda garsonum. Ben öğlen kalkıyorum. Çünkü işim saat 17'de başlıyor ve gece 2'de bitiyor. Evde annem ile yemek yiyorum. Evden 16'da çıkıyorum. Otobüse biniyorum. Ve işe gidiyorum. İşte çok yoruluyorum. Cumartesi ve pazar çalışmıyorum. O günlerde sinemaya gidiyorum. Spor yapıyorum ve geziyorum. Hop, dikkat edin. İnce ye fele menfi dariyim. Çalışmıyorum. İnver çalışıyorum. Musbetiş bud. İnver çalışmıyorum. Kar nemi konam. Halate منفیش رو داشتیم. خب ببینیم چه سوالهایی داریم اینجا. خب طبق چیزایی که خوندیم ببینم aşağıdaki soruları cevaplayalım. Sual hayı. Sual hayı. Payın ro cevap edin. Onur her sabah ne yapıyor? Onur her sabah çıkar mı kone? Duş alıyor. این یکی از جمله هایی بود که Onur گفت. Gülay akşamları bilgisayar kullanıyor mu? Gülay عصرها از کامپیوتر استفاده میکنه یا نه؟ یعنی با کامپیوتر ور میره یا نه؟ ببینم. اوکی. میتونیم بزرگترش کنیم بله evet اینترنته گیریور درس چالوشیور evet اینترنته گیریور وارده اینترنت میشه درس چالوشیور درس میخونه جان هفته سونو چالوشیور مو جان آخر هفته
منظورش از هفته سونو جمعه پازار هستش، شنبه و یک شنبه. که گفت چیش؟ گفت شنبه یک شنبه کار نمی کنم. هایر چالشمیور. اینم با حرف بزرگ بنویسیم. اوکی. پونار و اشی اکشام نه یاپیورلار. پونار و همسرش عصرها چی کار میکنند؟ فیلم ایزلیب فیلم تماشا میکنند، صحبت ادیورلار. فیلم ایزلیور ببینم میتونم اینو عوض کنم یا نه. فیلم ایزلیور و صحبت ادیورلر. اوکی. اون قانون ایزلیپ رو ما پسوند ایپ رو توی درس های خود کانالمون داریم، ولی اینجا در لول این درس کتابمون در این صفحه نیستش. اینه که گفتم درستش بکنم. حالا چرا اون اونجاست؟ چون من برای اینکه ویدیو رو بتونم برسونم دستتون، دادم یه ترک اینا رو جواب بده که پول بهش بدم اونم اینو جواب بده و خلاصه اینجوری. اونم بعضی وقتا چون نیتیو هستش دیگه، مال خود ترکی هستش، به جای اینکه مثلا در لول مثلا ایوان صحبت بکنه، اون در لول خودش جواب نوشته. منم مجبور شدم که درست بکنم. خب وقتتون نگیرم، بریم سراغ سوال بعدی. آشادکی بوشلوکلار جاهای خالی که پایین هستن متنه گره بر اساس متن اویگون کشیلر ل با اشخاص مناسب دولدورالم پر کنیم. خب میگه مثلا این کارهایی که اینجا نوشته کیا انجام ده. جان سپور یا پیور، جان ورزش میکنه، گولای آرکاداشلاریلا اوکولا گیدیور، گولای با دوستاش دانشگاه میره، جان اکشام چالشیور، جان عصرها کار میکنه، اونور اولن ایشتن چکیور، اونور بعد از ظهر از کار خارج میشه، فنار و گولای چالش میور. فنار و گولای کار نمی کنن، یعنی سر کار نمیرن. اونور و فنار هر صبح ارکن کالکیور. اونور و فنار هر صبح زود از خواب پا میشن. از خواب پا میشن که منظور زود از رخت خواب میان بیرون. اوکی. یا سیز. خب اینجا هم میخواد که شماها یه سری چیزایی راجع به خودتون بنویسید. از همون جملاتی که زیر تصاویر داشتید میتونید در مورد خودتون زندگی روزمرتون رو چند تا جمله بنویسید. از همونجا کپی کنید در مورد خودتون بنویسید. به همین راحتی. دیل بیلگیسی گرامر میخواد به همون یاد بده. شیمدی که زمان، زمان حال استمراری present continuous tense، اینم انگلیسیشه. بو زمان تماملانمش یپلمکتا اولان ایشلر
işleri anlatmak için kullanılır. İn zaman ru tamamlanmamış. Henüz bu kareke. کامل نشدن، هنوز تموم نشدن و کاری که هنوز داریم انجام میدیم رو میتونیم که ازش استفاده کنیم. بیایم قسمت ترکیش رو هم بخونم. بازن یکن گلجکته یپلاجاک بیر ایشی انلاتماک ایچین کولانیلر ده کولانیلر یکی بعضی وقتا هم این زمان رو برای کاری که در آینده نزدیک میخوایم انجام بدیم استفاده میکنیم. یعنی استفاده میشه. بو زمان بازن گنیش زمان یرینه کولانیلر. بعضی وقتا هم برای به جای گنیش زمان هم استفاده میشه. گنیش زمان درسشو دادم بهتون، در ویدیو هستش. مثل سیمپل پریزنت هستش اونم. اینجا هم نوشته simple present و یا گنیش زمان، زمانی هستش که در ساختار جمله ما برای وقایعی که مرتبا توی زندگی ما اتفاق میفتن استفاده میکنیم. خب بریم ببینیم اینجا چی گفته. میخوام شما این تابلو رو درک بکنید، هرچند ما این درسش رو دادیم ولی این تابلو هم قشنگه، میخوایم که درک بکنیم. فیل، خب نوشته فعل رو داریم. فیل اونسوز حرفله بیترسه. میگه که اگه فعل با حروف صدادار اگر خاتمه پیدا بکنه، ببخشید یه لحظه، اگر با حروف بی صدا خاتمه پیدا بکنه، مثلا مثل فعل کال، مثل فعل گیر، مثل فعل کش، مثل فعل گر و خیلی از فعلهای دیگه با حرف صدا، با حرف بی صدا اگر خاتمه پیدا بکنه، این پسوندها میاد. یعنی هجای آخر کلممون اگر آ و او باشه ایور، اگر ا ای و ای باشه ایور، اگر او و او باشه اویور، اگر او و ای باشه ایور. خب مثال هم زده. Uyor, kalıyor. İyor, giriyor. Uyor, koşuyor. Uyor, görüyor. خب اینا رو هم گفتیم. میایم اینجا. فیل اونلو حرفله بیترسه. با حرف صدادار اگر تموم بشه، میگه که دو حالت داریم. میگه اگه در حرف آخر حرف صدا داره ا، ای، او و ای باشه، چیکار میکنیم؟ فقط یور رو اضافه میکنیم، مثل فعل اکو. فقط یور رو اضافه کردیم اینجا، مثل فعل اویو. با حرف صدا دار تموم شده، ما اینجا فقط یور رو اضافه کردیم. حالا میایم یه سری استثناء داریم اینجا. مثلا حرف صدادارمون اگر حرف صدادار آخر فعلمون اگه صدای آ باشه به او و او تبدیل میشه، اگر حرف ا باشه به ای و او تبدیل میشه. این قاعده رو لزومی نداره شما حفظ بکنید. به مرور زمان هم چشتون عادت میکنه هم گوشتون عادت میکنه. ولی اینو بدونی که خارج از قاعده یه همچین چیزی هست. مثل آرا
یعنی جستجو کردن، زنگ زدن، به اضافه یور، آرایور نمیشه، آریور میشه. این دیگه استثناست. اوینا یعنی بازی کردن، بازی کن، به اضافه یور میشه اوینو یور. همونطور که میبینی پسوندای ایور شدن اینجا. اوکی. خب. بکله حرف ای رو داریم اینجا، به اضافه یور شده بکلیور، بکلیور. ازله به اضافه یور، ازله یعنی دلتنگ شدن، ازلویور، ازلویور. اینجا هم صدای ای چی شده؟ به او تبدیل شده. حالا ممکنه که سوال بپرسه ما چیکار کنیم اگه ما فرضاً از کجا بدونیم ای باید بیاریم، از کجا بدونیم ای باید بیاریم. ببینید اینا هم‌آوایی صدا هستن. نگاه بکنید، یه هجای قبلش رو نگاه بکنید، ای اومده. خب اینجا دیگه وقتی دو تا ای هست هیچ موقع از او هماهنگی انتظار نداریم، ولی اینجا چون او داریم در صدای قبلی حرف ای، با اون هماهنگ تر میشه وقتی که قرار تبدیل بشه. özlüyor. اینا رو به مرور زمان چیز میکنید، اسمش چیه، یاد میگیرید، میفهمید، مطالعاتونو بیشتر کنید، فیلم و تلویزیون بیشتر نگاه بکنید. ولی خب مواظب مغزتون باشید. olumsuz eki، پسوند منفی ساز. میتونید اگه پسوند منفی سازی که برای فعل میاد ما باشه، میگه که چی، اونو به م و یا مو تبدیل میکنیم. مثلا اوکو منفیش میشه اوکوما. بخوایم به اضافه یور بکنیم میشه اوکومو یور. اگر می باشه به می و یا می تبدیل میشه، میگه سو به اضافه می. سو یعنی دوست داشته باش، سو می یعنی دوست نداشته باش. اگه یور بهش اضافه بشه میشه سو می یور. من این قاعده رو اینجوری درس ندادم، فرمولی که منفی ساز حال استمراری باشه، من اینجوری درس ندادم، من اینجوری گفتم آقا این فعله درسته، اینم پسوند اویوره درسته. گفتیم چیه؟ در صورتی او و یا او باشه اویور میاد درسته. اینهاش از اونجایی که میخوام نمیاره. اوکی اویور میاد. اینجا یه دونه م اضافه میکنید، یه دونه حرف م اینجا مشخص میکنه که شما منفی چیز کردید. بیشتر حرفایی که کلممون داره او و او هستش، پس این میشه اویور. اینجا بیشتر صداهایی که هستش صدای ای هستش، این میشه ایور. یعنی اینطوری سیو میور. یه دونه حرف م اضافه میکنیم به نظر من. من اینطوری تفسیر کردم، اونجوری هم درس دادم بهتون. خب حالا میایم تو این جدول. امیدوارم که این جدول براتون چیز باشه، قابل درک باشه. من ترجیح میدم که رنگ قرمز رو انتخاب بکنم که براتون خط بکشم زیر شناسه ها. من گلیورم، گلیورم. سن گلیورسون، او گلیور شناسه نداره، بیز گلیوروز. البته اینو خب فقط اوز. سیز گلیورسونوز، این قسمت
Onlar geliyorlar. همونطور که میبینید شناسه ها رو گذاشتیم. حالا خواسته که منفیش بکنه. همین گل رو میبینید. اینجا مثلا ایوروم اضافه شده بهش. اشاره کنم. اینجا گل. فعل اصلیمون هستش. ایور. ای بابا گیری کردیم ما. خیلی خوب. ایور پسوندمون هستش. اوم شناسمون هستش. بین این دوتا حرف م رو اضافه میکنیم. این میشه منفی. گلمیورم. گلمیورسون. گلمیور. گلمیورز. گلمیورسونوز. گلمیورلار. به همین راحتی. یه دونه م اضافه کردیم اینجا. این شده منفی. حالا من این حرف م رو با رنگ زرد روشن میخوام براتون مشخص کنم. حرف م. م. اینم م. ببینید که اینجا چیزی که olumsuz کرده قضیه رو حرف م هستش. اینا مثبت، اینا فعلای مثبت هستن با شناسه ها، اینا فعلای منفی هستن با شناسه ها. اینم نشانه منفی. خب اینم گلیور رو داریم به اضافه کلمه آیا، که کلمه آیا اینجا صرف میشه. کلمه آیا را من اینجا براتون با رنگ سبز میخوام چیکار کنم؟ مشخص کنم. گلیور مویوم. گلیوموسون. گلیومو. گلیور مویوس. گلیور موسونوس. گلیور لارم. و یا میتونید لار رو نیارید. ببینید تو پارانتز گذاشتیم، میتونید نیارید. حالا این گفته اولوملو سورو. سوری یعنی سوال مثبتش هستش، ورژن مثبتش هستش. اینجا هم اگه اینو بلکن نیست. خب اوکی. گل میور. ببینید اینجا یه دونه م اضافه کرده. گل میور مویوم. میگه آیا میگه من نمیام؟ میپرسه مثلا، میگه یعنی من اجازه ندارم بیام؟ آیا من نمیام؟ گل میومسون. آیا تو نمیای؟ گل میورمو. آیا اون نمیاد؟ گل میومویوز. ما نمیایم. گل میومسونوز. آیا شما نمیاید؟ گل میورلارم. آیا اونها نمیان؟ این هم چیه؟ گفتیم که این گیر سفیچ اینجا قفل کرد. اوکی. آیا آنها نمیان؟ اینم حالت سوالی منفی هستش. خب اینجا نوت گفته، گفته یه فعل بخور و فعل ده یعنی فعل بگو، اینها به اضافه یور بشن میشن یور و دیور. یعنی حرف یه این ا میفته و اینجا یور و دیور رو داریم. استثناء هستش. یه استثناء دیگه هم داریم واسه یه فعل گیت، ات، تات. این سه تا فعل ها چون به حرف ت ختم شدن، وقتی پسوندی بهشون وصل میشه ت تبدیل به د میشه. این استثناء ها رو داریم. گیت میشه گیدیور. ات میشه ادیور. تات میشه تادیور. اینا رو هم
نوت برداری بکنید. بکنم برای ویدیوی بخش اول کافیه. همینجا که ما قواعد رو درس دادیم کافی هستش تا ویدیوی بعدی که میشه بقیه این. خدا نگهدار.